در مجموع برنامه آموزش مهارت‌های رانندگی قرار یاد بگیریم چطوری مثل حرفه‌ای‌ها رانندگی کنیم. مهارت‌ها رو قراره که بهمون یاد بده قهرمان 167 دوره مسابقات ریس قهرمانی کشور شرمین یگان. یکی از چالش‌های رانندگی برای افراد پارک دوبل هست، به خصوص زمانی که دو تا اتومبیل پارک شده باشه و ما یک فضای محدودی بین دو اتومبیل داشته باشیم. یک، تصمیم گیری در رابطه به اینکه آیا اتومبیل ما جا میشه در این فضای خالی چگونه است. اگر حدود 1.5 برابر طول اتومبیلمون فضای خالی داشته باشیم، میتونیم تصمیم بگیریم که در این فضای خالی پارک بکنیم. پارک دوبل قاعده خودش رو داره. فاصله‌ای که بین اتومبیل من و اتومبیلی که پارک شده حدود 50 سانت باید باشه و زمانی که میخوایم شروع به دنده عقب بکنیم، اتومبیل رو در دنده عقب قرار میدیم، برمیگردیم با حرکت سر به سمت شانه، حرکت به سمت عقب از طریق نیم کلاج و زمانی که شیشه لچکی عقب به انتهای اتومبیل پارک شده رسید، شروع میکنیم فرمون رو به طور کامل میچرخونیم تا زمانی که حدوداً آینه سمت راست به انتهای اتومبیل پارک شده در قسمت جلو برسه. وقتی به اون طول رسیدیم، شروع میکنیم به برگرداندن فرمون. ضمن این که میتونیم از یک نشانه دیگه استفاده بکنیم، این که چنانچه ما از آینه سمت چپمون بتونیم رخ ماشین عقبی رو توی آینه کامل ببینیم، این هم یک نشانه هست برای این که بدونیم الان وقت برگرداندن فرمون هستش. باید توجه داشته باشیم که اگر چنانچه خط برفاکن اتومبیل ما با پایین سپر اتومبیل جلویی مماس هست، در فضای مناسبی ما ایستادیم، یعنی در واقع هم به اتومبیل جلویی و هم به خودمون یک فضای خالی دادیم که بخوایم اگر از پارک در بیایم بتونیم از این فضای خالی استفاده بکنیم. اگر که احساس کردیم این فضا بیشتر هست، دوباره با استفاده از زنده یک مقدار فاصله خودمون رو با اتومبیل جلویی کم می‌کنیم که بتونن تمام اتومبیلایی که هستن به راحتی از پارک خارج شن یا جایگزین بشه. یه نکته دیگه که باید مد نظر قرار بدیم این هستش که فاصله در واقع اتومبیل ما با جدول نباید خیلی کم باشه که به اصطلاح اگر چنانچه سرنشینی توی ماشین بود مشکل پیاده شدن داشته باشه، یا انقدر این فاصله زیاد باشه که اتومبیل ما جایی که پارک کرده نسبت به خطی که سایر اتومبیل ها پارک کردن خارج قرار گرفته باشه. خیلی خوشحالم که داریم توی مجموعه های آموزشی بیتران با کمک فدراسیون شماها رو آموزش میدیم و آگاه‌تر میکنیم به حرفه و فن رانندگی و مهارت‌های اون. یه آمار غم‌انگیز بگم بهتون که سالی 20,000 کشته جاده ایران داره، داخل شهر و خارج شهر،
و فکر کردیم که به عنوان مسئولیت اجتماعی با کمک قهرمانان، بچه های حرفه‌ای، بچه های توانا و مربیان بسیار ارزنده و ارزشمندی که داریم سهمی داشته باشیم که چطوری کم کنیم این تلفات جاده‌ای رو و سوانه جاده‌ای رو. اگر بتونیم یک نفر از این آموزش‌های ما الگو بگیره و یاد بگیره، من فکر کنم کار بزرگی رو فدراسیون انجام بده. خواهش می‌کنم همراهی کنید، نظر بدید، نقد کنید، صحبت کنید با ما و حتما استفاده کنید و به دیگران هم توصیه کنید. ممنونم که همراه ما هستید.